در سال 11 رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقبه اولا، جایی که سنگ میندازن، به حساب رمی جمرات هست، گروهی از اهل مدینه باشون ملاقات میکنه که از خزرج بودند. بزرگان خزرج بودند، اسعد بن زراره بود، 6 نفر از اینها در سال 11 بعثت، سال 11 بعثت با این 6 نفر برخورد میکنه. از میان اونها جابر بن عبدالله هم بود، عقبة بن عامر بود و اسد بن زراره، عوف بن الحارث، رافع بن مالک و قطبة بن عامر. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اونها آشنا میشه. کی هستید؟ گفتن از خزرج هستیم. فرمودن که همپیمانان یهود؟ گفتن که بله. فرمودن رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه با هم بشینیم صحبتی کنیم؟ قبول کردن. آنها را دعوت به توحید میدهد و قرآن بر آنها میخونند. الان خزرجیان یه آمادگی داشتند. آمادگیشون از کجا بود؟ معمولا خب قبائلی که یهود بودند با اوس و خزرج، یا با اوس یا با خزرج همپیمان بودند. وقتی که درگیری میشد و گروهی از حالا یا خزرج شکست میخورد و همپیمانشون، اوس شکست میخورد و همپیمانشون، یهودیان میگفتند که زمان بعثت پیامبری فرا رسیده، بهش ایمان میاریم و شما رو قتل عام میکنیم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این گروه از گروه کوچک 6 نفره از خزرج رو دعوت میده به اسلام، این آمادگی ذهنی رو داشتن، قبل از یهود شنیده بودن و مسلمون میشن. و میگن که ما مردمانی هستیم، اوس و خزرج، که شری که در بین ما هست، درگیری و کینه و جنگی که در بین ما هست، فکر نکنیم در بین مردمان دیگری باشه. امید هست که با ایمان آوردن به تو و اینکه بیای پیش ما، خداوند در بین ما الفت و محبت به وجود بیاره. و بعدم میگن که اگر اینها اوس و خزرج ایمان آوردن و تونستی اونها را متحد کنی، عزیزترین فرد خواهی بود. از دفاع میکنه. بعد خب حسن این 6 نفر ایمان آوردند. بعدشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم سال آینده هست، سال 12، که بار دیگه خب کم کم بحث رسول الله صلی الله علیه و سلم منتشر کردند. بالاخره صحبت هایی شد و سال بعد که میان، این بار با تعداد بیشتری میان، این بار 11 نفر هستن و میان با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت میکنن در همون باری عقبه، همون جای سال گذشته شون با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت میکنند. جالب هست
که در این بیعت آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها بر اساس اون بهشون ازشون میخواهد چه چیزهایی است. در این بیعت اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینها اینو میخواد، همطور که عبادت ابن صامت هم رضی الله عنه چون حضور داشته میگه که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم، مفاد این بیعت یا بندهای این بیعت این بوده که یکی اطاعت، سمع و طاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حالتی، چه به طور کلی اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، شنیدن و اطاعت کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این روایتی است که عبادت بن صامت رضی الله عنه دارن، در صحیح بخاری اومده. اطاعت از رسول الله و الا ننازع الامر اهله، چون اینها خب در بین عرب این بود دیگه، همیشه در بین انسان ها هست به طور کلی، نه فقط عرب، این انسانی که امروز هم هست در این عصری که ادعای تمدن میکنه، ادعای پیشرفت فعل میکنه، هم بار دیگه این مسائل هست، نافرمانی کردن و سرپیچی کردن، این حالا عصیانی که میشه که با به حساب اولیای امور در نیفتادن. خب اولیای امور الان صحبت از جامعه اسلامی است که اولیای امور حکم به دستور خدا و پیامبر میکنن دیگه. بعد و اینکه حق رو بگیم در هر حالتی، از سرزنش کسی هم نترسیم، از سرزنش کسی هم نترسیم. انفاق کردن هم بود که انسان چه وقتی دستشون تنگ باشه، چه وقتی که وضعیت مالشون خوب هست، انفاق کردن، سمع و طاعت، انفاق کردن، امر به معروف نهی از منکر، حق و گفتن در هر حالت. این بیعتی است که در سال دوازدهم رسول الله صلی الله علیه وسلم با این گروه از خزرج، اوس و خزرج داشتن که بیشتر از خزرج بودن، دو نفرشون از اوس بوده، باقی از خزرج بودن. بعد از این میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمیر به عنوان سفیر خودشون میفرسته به مدینه. مصعب ابن عمیر جوانی بوده که قبل از اسلام آوردن مشهور بوده به عنوان که یک جوانی است که بهترین وضعیت مالی داره، مرفه ترین فرد بوده، جوان بوده، و وقتی که ایمان میاره مادرش تمام این امتیازاتی که داشت، مصعب داشت، ازش میگیره، و وقتی هم که به شهادت میرسد خب ازاری داشته که اگه سرشو میپوشندن با همون لباسشن پاهاش بیرون میومد، اگه پاهاشو میپوشندن سرش بیرون بود. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه را به عنوان سفیر خودشون میفرستن، سفیر بسیار موفق که تونست در عرض یک سال تغییر و تحول خوب و اساسی در مدینه به وجود بیاره، اسلامو به خونه همه اهل مدینه رسون. بالاخره در مدینه همه صحبت از اسلام می کردن،
صحبت از اسلام بود، از اینکه پیامبری برگزیده شده. سال 13 خود مصعب هم برمیگرده قبل از موسم، سال 13 بعثت، هنوز رسول الله صلی الله علیه و در مکه هستند، میان خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و گزارش کارشون رو میدن. دقت کنید، بعد دیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، یک سال تمام سفیرش در مدینه کار کرده، زمینه رو آماده کرده، و قبل از اینکه اهل مدینه بیاند به موسم حج، خودشون میان خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و گزارش کار یک سالشون رو میدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اینکه الان مدینه آماده هست، آمادگی داره که به مرحله این رسیده که به عنوان سرزمینی باشه که هجرت کنن به آنجا. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم خب وقتی خودشونو با قبائل صحبت میکردن، صحبت همین بود که یک پایگاه محکم و قوی بتونن به وجود بیارن. و اون قبیله از رسول الله، از دعوت، از یارانش دفاع کنن. و از خیلی سنگین بود دفاع کردن، بودن وارد جنگ شدن هست. قبائل دیگه باشون وارد جنگ خواهند شد، نه فقط قبائل بلکه کشورهای دیگه، از جاهای دیگه. امپراتوری روم هست، امپراتوری ایران هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا یارانشون رو در دو مرحله فرستاده بودن به حبشه، به اتیوپی. اما اتیوپی جای مناسبی نبود برای اینکه استقرار اساسی پیدا کنند. درست است که رسول الله اینها را فرستاده بودند برای اینکه هم از اذیت و آزار مشرکین کاسته بشه، هم اینکه دعوت رو برسونن به جای دیگه، به شهرهای دیگه، به کشورهای دیگه. آخه اهل اتیوپی که اهل زبان عربی نبودند، و اینکه بدون دعوت را خیلی واضح آشکار به مردم برسونه با مشکل مواجه میشد. ولی اهل مدینه عرب بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسانی با آنها صحبت کرد و آنها به راحتی سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن، فهمیدن و قبول کردند.